برای گفتگو بیشتر همراه هستیم با دکتر آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی از پاریس. آقای توفیقی، چند وقت پیش بود که ابراهیم رئیسی وعده واکسیناسیون بیش از 70% جمعیت رو ظرف 3 یا 4 روز داده بود، اما امروز دیدیم که معاون بهداشت میگه که اصلا چنین اتفاقی نیفتاده. از این شما رو بشنویم از این موضوع. بله، از این وعده آقای رئیسی بیش از الان 10 روز گذشته. من در واقع توصیه میکنم که معاون محترم بهداشت وزارت بهداشت یک جلسه حتما با آقای رئیسی، با حتی وزیر بهداشت آقای دکتر بهرام عین‌اللهی داشته باشند و اونها رو توجیه بکنن نسبت به اصول علمی مسلمی که وجود داره. ببینید، ما وقتی که صحبت از واکسیناسیون کامل گروه هدف میکنیم، یعنی اینکه اینها اون افراد اون دوز لازم رو برای ایجاد ایمنی نسبی در بدنشون دریافت کرده باشن که با توجه به واکسن هایی که الان در ایران داره استفاده میشه دو دوزی هستند و عمدتاً هم سینوفارم چین، قبل از دریافت این دو دوز و حتی میشه گفت تا 2 هفته بعد از دریافت این دو دوز، اون گروهی که اون رو دریافت کردن واکسینه کامل به وجود نمیاد. اما خب مسئولین جمهوری اسلامی متاسفانه برای بهره‌برداری های سیاسی و به نظر من بیشتر جبران اون لطمه ای که به وجهه آقای خامنه ای در جریان این کرونا و به خاطر دخالت های بیجاش که انجام داد و همینطور سیاست های غلط دولت، دارن این کارها و این حرف ها رو میزنن مثل اینکه میخوایم جشن را بندازیم و اینها. من توصیه میکنم حتما آقای دکتر حیدری یک جلسه با آقای رئیسی و آقای دکتر عین‌اللهی برای توجیه بیشتر اونها داشته باشه. آقای توفیقی، از طرف دیگه مقام‌های بهداشتی ایران گفتن که میخوان واکسیناسیون کودکان و نوجوانان 6 تا 18 ساله رو آغاز کنن با واکسن کوبایی. اصلا اصولاً این واکسن برای این سنین مورد تایید سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته؟ ببینید، واکسن پاسوکووک که در واقع ایران میخواد از اون استفاده بکنه هم برای بزرگسالان و هم برای کودکان، در از همونطور که شما گفتین همون واکسن سوبرانای 2 کوبایی هستش که در واقع در هیچ مرحله تایید نشده هنوز توسط سازمان بهداشت جهانی، نه برای بزرگسالان و نه برای در واقع کودکان 12 تا 18 سال که طبق این خبر شما اینها اعلام کردند. حتی واکسن چینی هم که سینوفارم هم که داره استفاده میشه در حال حاضر برای کودکان، این هم تایید سازمان بهداشت جهانی رو برای کودکان نداره، اما برای افراد بزرگسال داره. من فکر میکنم ای کاش جمهوری اسلامی یک مقداری صبر بیشتری میکرد تا مثلا اینها تاییدهای سازمان بهداشت جهانی رو بگیرن، چون معیارهای سازمان بهداشت جهانی بسیار سختگیرانه تر هستش و خب یا اگر واقعا عجله داشت، که خب البته منطقی هم هستش این عجله برای قطع زنجیره انتقال، بهتر بود میرفت به سمت واکسن های مثل فایزر که تاییدیه سازمان بهداشت جهانی رو داره. اما خب بالاخره متاسفانه موانع ایدئولوژیک همچنان پابرجاست در مسیر کرونا. خب الان در حالی که تقریبا میشه گفت اکثر کشورهای جهان تا حدودی موفق شدن که کرونا رو مهار کنن، ما شاهد این هستیم که در ایران همچنان مسئولان دارن هشدار میدن. از اخیرش هم که از موج ششم کرونا هشدار دادن. چرا واقعا این چنین هست؟ ببینید، دلایل مختلفی داشته. از ابتدای کرونا اگه نگاه بکنیم، بحث پنهانکاری، توهم، عدم رعایت پروتکل‌ها، این که هیچ وقت قرنطینه واقعی ایجاد نشد، از صنایع حمایت نشد، از در واقع کسانی که باید کسب و کارهای کوچک رو تعطیل بکنن تا این بیماری بیشتر و بهتر کنترل بشه، و خب البته تأخیر برنامه واکسیناسیون. اما اگر واقعیتش رو بخواید، به نظر من علت العلل همه این اتفاقات درک نادرست مسئولین جمهوری اسلامی، مخصوصا مسئولین سیاسی، نسبت به مقوله پاندمی و نحوه کنترل اون هستش. ببینید، همین الان آقای دکتر حیدری اومده معاون بهداشتی که در خبر شما بود، میگه که سفرهای داخلی نشه. خب سفرهای خارجی چی؟ همین افرادی که الان از در واقع از عراق برگشتن، عراقی که 5-6% بیشتر هنوز واکسینه نشدن، ایرانی که هنوز به قول خدای دکتر حیدری پایین‌تره، حالا من پایین‌ترشو میگم، در ایران 20% مردم کاملا واکسینه شدن. خب در یه همچین شرایطی میان یک سفر بسیار بزرگ و در مقیاس تمام کشور، یعنی متاسفانه انگار یک سهمیه تعیین کرده بودن که واکسن در واقع سویه‌های جدید کرونا که به احتمال خیلی زیاد در عراق متفاوت هستش با اونچه که در ایران بوده، در گردش بوده، بیان در سراسر کشور منتشر بشه. این درک نادرست متاسفانه همواره به عنوان یک مانع جدی
در همه ابعاد که وقتی بهش نگاه میکنیم متاسفانه نقش اجرا کرده. سپاسگزارم از شما. الان توفیق پزشک و تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما بودید.